برای کیان که با قایق کوچکش به سوی خدای رنگین کمان پر کشید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید. امروز 21 خرداد سال روز تولد دانشمند کوچک ایزه کیان پیر فلک. کیانی که قبل از 10 سالگی در شامگاه 25 آبان 1401 با تیر شقاوت مزدوران خامنه ای به آسمان ها پیش خدای رنگین کمان پرواز کرد. کیان که در زمان آزمایش قایق کوچکش سخن را به نام خدای رنگین کمان آغاز کرده بود، سوار بر قایق شد و تا رسیدن به خدا پارو زد. این نویمهای خود من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. نویمهای نویمه از ما نتیجه میگیریم که این کار میکنه. آزمایش ما با موفقیت انجام شد. امروز روزیه که کیان در ایزه چشم به دنیا گشود. کیانی که آرزو داشت مهندس روباتیک بشه. کیانی که در آن سن کم درخت می‌کاش تا محیط زیست زیبا بشه. و شاهنامه می‌خوند تا یاد ایران رو تو ضمیرش جاودانه کنه. اول دفتر به نام عزت دانا. جمعه 15 اردیبهشت. ما باید طبیعت را دوست داشته باشیم. کیان اگر امروز زنده بود باید 10 سالگیش رو جشن می‌گرفت، اما او در سرزمینی قدم به دنیا گذاشته بود که حاکمانش قاتل همه استعدادهای درخشانند. او در سرزمینی به دنیا آمده بود که سرنوشت استعدادها پرپر شدنه. کیان ای دانشمند کوچک، ای صاحب قایق رنگی کمان، ایران تولدت رو به جشن نشسته. امروز در چهره معصوم تو صدای بیش از 70 کودک شهید تنین اندازه. تولدت مبارک. مثل خورشید لبخند زدی و آسمان آبی شد. شبهای پرستاره خرداد مهتابی شد. پروانه پس از تولد زیبایت تا آخر عمر فرق بیتابی شد. عزیزم به یه